خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون و رئیس پارلمان ونزوئلا که به عنوان رئیس جمهور موقت از سوی بیش از 20 کشور به رسمیت شناخته شده مردم را به تظاهرات گسترده علیه حکومت مادورو فراخواند. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اختیارات برداشت و کنترل حساب‌های بانکی مشخصی متعلق به ونزوئلا و حسابهای بانک مرکزی ونزوئلا که در نیویورک قرار دارند را به خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون و رئیس پارلمان داده است. رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اقدام به حمایت از خوان گوایدو رئیس جمهور موقت جهت حفاظت از دارایی های ونزوئلا به نفع مردم خودش کرده است. ما از دولت‌های دیگر خواهان به رسمیت شناختن خوان گوایدو و انجام اقدامات مشابه هستیم. از سوی دیگر دادستان کل حکومت ونزوئلا خوان گوایدو را ممنوع خروج از کشور و دارایی های وی را مسدود کرد. همزمان نیکولاس مادورو نیز فراخان ده. کشورهای اروپایی به انتخابات زودرس ریاست جمهوری در ونزوئلا پاسخ منفی داد و گفت کشورهایی که چنین درخواستی دارند باید تا سال 2025 منتظر بمانند.